سلام به همه شما دوستای عزیزم، به بزرگترین پایگاه بازی‌های سبک سروایوول ایران خوش اومدید. من موجی مارشال هستم به همراه روحام چیتر. سلام بچه ها، در خدمت شما هستیم با آموزش آرک موبایل آنلاین. تو قسمت کامنت ها شما دوستای عزیزم ازمون پرسیدین که آموزش های آرک موبایل رو هم براتون بذاریم تو سرورهای آنلاین. بریم تا یک آموزش کاربردی و خیلی مهم رو بهتون آموزش بدیم بچه‌ها. ببینیم بچه‌ها، تو قسمت پلی آرک میریم. توی این قسمت، قسمت سینگل پلیر هست. این قسمت، قسمت سیف کردنتونه، مدیریت کردن سیف هاتونه. این قسمت پلی دادن مولتی پلیر تو سرورهای آفیشیال یا رسمی، و این قسمت پلی دادن تو سرورهای آن آفیشیاله. میریم داخل سرورهای رسمی. اوکی روحام جان، سوالهایی که میتونه برای بچه‌ها پیش بیاد و ما قرار توضیح میداخل این گیم پلی رو به من بگو، من برای بچه‌ها توضیح میدم. گیم تایپ یعنی چی دقیقا؟ توی این قسمت بچه‌ها نگاه کنید، اول ما این قسمت سمت راست، این مربع سمت راست رو توضیح میدیم. تو قسمت گیم تایپ نگاه کنید، حالت پی وی پی داره، پی وی ای داره و پی وی ایکس. حالا براتون توضیح بدم پی وی پی یعنی چیه روحام جان. این پلیر وید پلیر، یعنی داخل این سرورها شما میتونین شخصیت‌های دیگه ای، پلیرهای دیگه ای که داخل این سرورها هستن رو بزنید بچه، اونا هم شما رو میتونن بزنن. پی وی ای یعنی چی روحام؟ یعنی پلیر ورسز انمی، یعنی این که شما میتونین فقط دایناسورها رو بزنید داخل این سرورها، شما نمیتونین آدم‌های دیگه رو بزنید یا اونا هم نمیتونن شما رو بزنن. مثلا بچه داخل گیم پلی آرک موبایل ما سرور پی وی ایه، برای همین وقتی ما همین نتو همدیگه رو میذاریم هیچ دمیجی نمیخوردیم تو اون سروری که بودیم. بله، بعد میایم تو این قسمت، تو قسمت پی وی ایکس دقیقا شبیه به سرورهای پی وی ایه. خب فقط یه منطقه زون داره، مثلا منطقه کوه گریفین، حالا به صورت رندوم جابجا میشه. شما داخل اون زون میتونیم بریم و پلیرهای دیگه رو بزنین. اگه مثلا دلتون میخواد هیجان داشته باشین، یکم زار تا هم دیگه رو قارت کنین، میتونین. مثلا قدیم بود میگفتن زنگ آخر بیا داخل کوچه شما رو بزنم، اینجوری میتونیم بگیم بیا کوه گریفین شما رو بزنم. پس این قسمت گیم تایپ درسته. روحام در مورد قسمت دیفیکالتی برای بچه‌ها بگو. بچه دیفیکالتی 4 تا بخش داره: ایزی، مدیوم، هارد، بروتال. هر چی درجه بالاتر برید، از ایزی برید مدیوم، برید هارد، برید بروتال، لول دایناسورها میره بالاتر، یعنی بازی عملاً سخت‌تر میشه برای شما. بله دقیقاً همینطوره بچه‌ها. بخش بعدیش که میشه ریجن، که شما میتونید مثلا رو سرور اروپا بذارین، سرور آسیا بذارین، درسته؟ سرورهای مختلفی هست شما میتونید داخلش پلی بدین که آنچنان با هم دیگه فرق نمی‌کنه بچه‌ها. قسمت سرچ فیلتر داره پایین تصویر. اوکی تو این قسمت مثلا یکی از دوستان میاد میگه آقا بیاین داخل سرور مثلا آلمان دویچ دو، درسته؟ شما میاین اینجا سرچ میکنین اون گزینه رو و اون سرور رو میتونین پیدا کنین. پس این قسمت، قسمت تنظیمات کلی خود سروره، درسته؟ میام توی این قسمت بچه نگاه کنید، چیزایی که خیلی مهمه: یک، پینگ، دو، تعداد نفراتی که داخل سرور هست، و این گزینه الان براتون توضیح میدیم. روحام در مورد پینگ برای بچه‌ها توضیح بده. ببین بچه ها، شما وقتی توی سرور یه دستور میدید، مثلا میگید که دایناسور من از اینجا بره به اینجا، شما این دستور رو به سرور میفرستید، سرور هم اون رو روی بازی اعمال میکنه. هر چی پینگتون بالاتر باشه این اتفاق دیرتر انجام میشه. بله، بس هر چی یعنی پینگ پایین تر باشه بهتر عملا. بله، یعنی شما باید بیاین یک از گزینه‌هایی که شما می‌خواید چک کنین حتی اینی، یعنی باید ببینین که اون سرور پینگش بالا نباشه. هر چی پینگ اون سرور پایین‌تر باشه پلی دادن راحت‌تر میشه. همتونم میدونین که داخل ایران کلا اینترنت ها داغونه، پس شما باید سروری انتخاب کنین که پینگش پایین باشه که با خرابی اینترنت ایران هم قابل پلی دادن باشه. بچه‌ها میایم این قسمت، ببینید در مورد نفرات. الان این سروری که شما دارین میبینید 50 نفره است، یعنی 50 نفر اگه بخواد نفر 51 وارد این سرور بشه نمیتونه، میگه سرور پره، درسته؟ و گزینه این که حالت طلایی رنگ داره و نوشته مثبت 10 تا، یعنی داخل این سرور درسته بالای 10 نفر پریمال پس دارن. حالا این خدماتی که اونها میخرن، مثلا میتونن مدل موشون رو عوض کنن، لباس های مخصوص بخرن، بعد داخل فروشگاه یه سری خدمات ویژه رو بگیرن بچه ها. پس این برای پریمال پس هست، درسته؟ پس انتخاب سرور تو اینجا کلا این شکلیه. حالا یه گزینه دیگه میشه آزمون و خطا. مثلا یکی از بچه ها از من پرسیده بود که آقا ما از کجا بدونیم که یه سرور خوبیه برای پلی دادن؟ خب به عنوان این دیگه آزمون و خطا، شما مثلا یه سروری میان چک میکنین،
تعداد نفراتش رو میبینین، درسته؟ پینگش رو میبینین مناسب باشه، میرین داخل اون سرور. اوکی، سروری که خیلی شلوغ پلوغ باشه، کلی ساختمون داشته باشه، کلی سازه داشته باشه، این سرورها سرورهای مناسبی نیستن. یعنی شما برینم عملا فقط فارم بقیه میشین. شما وسیله جمع میکنین، دو روز نمیرین، بعد میبینین به شما حمله میکنن، کل منابع شما رو میدوزن بچه‌ها. پس اینم در مورد این قضیه. گزینه بعدی که میمونه تو این قسمت که تقریبا همه چی رو توضیح دادیم، درسته؟ فقط فرق آفیشال با آن آفیشال چیه؟ آفرین. ببینید این تو نکته خوبی بود راهم نزدیک یادم بره. ببینید بچه‌ها، این که سرور آفیشاله، این سرور آن آفیشاله. تو سرور آفیشال همه چی طبق روال عادیه و همینجوری که عادی پلی میدی، لول 1، لول 2 و میره بالا. درسته؟ سینگل پلی. دقیقاً شرایط سینگل پلی رو داره، ولی حالا شخصیت‌های دیگه هم داخل بازی هستن. اوکی؟ ببینید داخل آفیشیال سرور که من دارم میدم، اینجا هم دقیقاً همون گزینه‌های PVX، PVP، PVE رو داره، دیفیکالتی همون حالت‌های ایزی، میدیوم، هارد، بروچال رو داره و ریجن‌های مختلف رو داره. فقط فرقش با سرورهای آفیشیال اینه که داخل این سرورها دستکاری شده هست. مثلا وارد یه سروری میشین، همون اول لول شما 100ه. وارد یه سروری میشین، اون سرور لول گرفتن شما 2X، 3X. یا داخل اون سرور مثلا دمیج داینوها نصفه، برای اینکه مثلا رو بازی یه سری تغییرات اعمال بدن و عملا اون تغییرات رو ادمین اون سرور انجام میده. پس برای دوستایی که میخوان پلی بدن، ببینید پیشنهاد میشه که اول مهمترین چیز اینه، اولا اگه میخواین شما داخل بازی آرک حرفه‌ای بشین، اول از همه بیاین قسمت سینگل پلیر رو پلی بدین، ویدیوهای آموزشی منو ببینین، یه مقدار که قلق بازی رو گرفتین و تونستین رو حالت تگ نفره بازی رو پیش ببرین، میایین داخل سرورهای آفیشیال و بازی رو پلی میدین. دوستان، این کلیت آموزش ویدیوی امروزمون بود. به امید روزی که بتونیم ان شاءالله داخل کانالمون به شرایطی برسیم که دست و بالمون بازتر بشه و بتونم یه دونه سروره آفیشیال برای شما دوستای عزیزم کرایه کنم و تمام آرک بازهای ایران بتونن خیلی راحت داخل این سرورها پلی بدن و لذتش رو ببرن. برای رسیدن به این هدف به کمک تک تک شما دوستای عزیزم احتیاج دارم. ویدیوها رو ببینید، لایک کنید، برای دوستاتون بفرستین تا خانواده مارشالی ما بزرگ و بزرگتر بشه. دوستان، مرسی از همتون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. اگه نظری پیشنهادی دارین در مورد این ویدیو، حتما تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین. اگه سوالی در مورد آموزش های آرک موبایل آنلاین دارین، زیر همین ویدیو تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین که ما ویدیوهای بعدی رو بر اساس سوال های شما مطرح کنیم بچه‌ها و بسازیم براتون. و برای دوستایی که اولین بار دارن ویدیوهای ما رو تماشا میکنن، خوشحال میشیم کانال ما رو سابسکرایب کنن و به جمع دوستانه طرفداران بازی آرک و بازی های سبک سروایوول دیگه حق بشن. از صمیم قلبم دوستتون داریم. جاتون تو قلب موجی مارشاله.